گوش بدید، امیدوارم این حرفا تو موبایلام بره، مثل اون یه دقیقه که من در پاکستان صحبت کردم تو موبایلا رفت. کلمات ایتونی که شما بشینی مقاله بخونی گیرت بیاد. گاهی در عمر شدم 5 تا حرف حساب میزنه، 50 تا حرف حساب میزنه، 100 تا حرف حساب میزنه. سران مذهبی چند تو کشور آمدن ایران، رئیس اوقافش، امام جمعه پایتختش، نمیدونم رئیس حوزه علمیهش، کار ندیم کیا بودن و چند نفر بودن. چند روزی هم قم بودن و مشهد و با بعضی از مراجع علما جامعه مدرسین، نمیدونم با کیا، ولی میدونم با دونه درشته های فرهنگی و علمی و دینی ملاقات داشتن. و من زنگ زدم تو بیا ملاقات، گفتم من طلبم، من جز بزرگا نیستم، ولی در تبلیغ و تفسیر شاید حرف نو داشته باشه. رفتیم اونو یه جلسه 4 ساعتی با اینا گپ زدیم. دقیقای آخر من گفتم که نظر شما راجع به حضرت مهدی چیه؟ گفتن مهدی امام آخرالزمانه. چون خود اهل سنت خیلی کتاب نوشتن راجع به امام زمان علیه السلام، قبول دارن حضرت مهدی رو، قبول دارن، حتی وهابی‌ها هم قبول دارن. گفتن امام آخرالزمانه که میاد، آخرالزمان میاد، دنیا رو پر از عدل و داد میکنن، دنیا رو عدالت میکنن. گفتم خب پس الحمدلله از جاهایی که غیر از قرآن و قبله و نماز و حج و روزه، غیر جایی که ما خیلی مشترکات داریم با اهل سنت، ما میلیون ها سنی داریم تو ایران، هیچ درگیری هم نداریم الحمدلله. خب اینجا از مشترکات حضرت مهدی. گفتم حالا که اینطوره جمع شید با انتخابات حضرت مهدی رو انتخاب کنید، بیاد مثل رئیس جمهور یه مهدی پیدا کنید، بهش رأی بدیم بشه امام آخرالزمان، دنیا رو پر از عدالت کنه. چرا معطلید شما؟ گفت امام آخرالزمان رو که نمیتونیم ما تعیین کنیم، امام آخرالزمان رو باید بگید خدا تعیین. گفتم چطور امام اول شما تعیین کردید؟ اگر حق تعیین کردن دارید، همینطور که اولش رو تعیین کردید بگید آخر شما. یه بار دیگه